سرخط خبرها. این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. افزایش 55% مبتلایان به کرونا در یک روز. رهبر ایران از همه نهادها خواست با وزارت بهداشت همکاری کند. اعلان جنگ کره جنوبی با ویروس کرونا همزمان با گسترش جهانی آن. احتمال تعویق مسابقات المپیک توکیو ژاپن. رقابت‌های درون حزبی آمریکا در سه شنبه بزرگ. در 14 ایالت از جمله اینجا در کارولینای شمالی، رقبای برنی سندرز چپگرا تلاش می‌کنند او را از نامزدی حزب دموکرات باز دارند. و افزایش فشارها بر دولت هند به دلیل همدستی پلیس با هندوها در حمله به مسلمانان. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت، 2336 نفر در ایران تا کنون به کرونا مبتلا شدند. 77 نفر جانشان را از دست دادند و 435 نفر بهبود یافتند. در روزهای گذشته تعدادی از مقام‌های سیاسی و مذهبی ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و بعضی از آنها درگذشتند. روابط عمومی اورژانس ایران ابتلای پیرحسین کلیوند رئیس این سازمان رو تایید کرده. همزمان قوه قضاییه ایران خبر از مرخصی تعدادی از زندانیان داده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. اینجا قصابخانه بهشت معصومه است. دوشنبه 12 اسفند 98. تصاویر منتشر شده از بهشت معصومه در قم، از اجسادی که گفته شده متعلق به قربانیان ویروس کرونا است. اکانت توییتر قم نیوز، رسانه محلی در قم، میگوید علت نگهداری اجساد هماهنگی برای دفن با خانواده های آنهاست. پیکر مرحوم خسرو شاهی در فیلمی که منتشر شده اشاره شده که یکی از اجساد پیکر هادی خسرو شاهی از روحانیون حوزه علمیه قم است که بر اثر کووید 19 جان خود را از دست داده. حالا قم نیوز میگوید پیکر او 4 روز است دفن نشده، چون خانواده‌اش اصرار داشتند در پردیسان قم دفن شود. بی بی سی نمیتواند مستقلا تایید کند که این اجساد قربانیان کرونا است. وزارت بهداشت در تازه ترین آمار خود تعداد مبتلایان را در سراسر ایران 2336 نفر اعلام کرده. 77 نفر هم تاکنون جان خود را از دست دادند. در این میان وزارت بهداشت میگوید 435 نفر بهبود پیدا کردند. منابع غیر رسمی میگویند آمار احتمالاً بیشتر از این است. بسیج 300,000 نفری به در خانه ها که از طرف وزارت بهداشت مطرح شده و با انتقادهایی همراه شده بود، وزیر را مجبور کرد درباره آن توضیح بیشتری بدهد. ممکنه در یک محله در هزاران خانوار شاید دو مورد اینجوری داشته باشیم و اونم کاملاً پس از طی یک سری مقدمات و مراحل و ارتباطات و تاییدیه های دو طرف و اعلام کد و شناسه واحد که طرف هم وقتی میره اونجا باید کد و شناسه رو طرف کاملا در جریان باشه. بعد از اون هم با لباس مخصوص، با امکانات و ماسک مخصوص. شیوع کرونا در زندان‌ها و پادگان‌ها از موضوعاتی است که نگرانی‌های زیادی به وجود آورده. در روزهای گذشته چند زندانی به مرخصی آمدند و آنطور که سخنگوی قوه قضاییه گفته این روند ادامه خواهد داشت. بیش از 54,000 نفر از زندانیان مرخصی رفتند. خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر می‌بره. فضاسازی شد، دیروز همیشون با خانواده‌اش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستند، اصلا در زندان نیستند و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعتاض زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعتاض مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن هم از مرخصی نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی خبر داده. این تصاویری است که امروز از درختکاری آیت الله خامنه ای منتشر شده. تصاویری غیر معمول تحت تاثیر ویروس کرونا، با دستکش یک بار مصرف و بدون حضور نزدیکان در اطرافش و توصیه به رعایت بهداشت. در مورد پیشگیری، در مورد
تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن اینها رو باید عمل کرد. و ستایش نحوه اطلاع رسانی در ایران در حالی که ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است. بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس ایران از مثبت بودن تست کرونای 23 نماینده مجلس خبر داده. مجلسی که از بیم گسترش کرونا تعطیل شده. کووید 19 جان خیلی ها را گرفته. زندگی خیلی ها را سخت کرده. بسیاری را خانه نشین یا بستری در بیمارستان کرده. خیلی ها را هم ترسانده. اما اینها پرستاران و پزشکانی که با دانش و مهارتشان به جنگ ویروس کرونا رفتند، روحیه‌شان را از دست ندادند. فرین حسینی، بی بی سی. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما هست. آقای علیجانی، صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو هم شنیدید. او گفت که از ابتدا مسئولان ایران با صداقت با مردم صحبت کردند و اونها رو در جریان مسائل گذاشتن. چقدر فکر می‌کنید برداشت عمومی از این اقداماتی که مسئولان ایرانی انجام دادند تشابهی داره با آنچه که آقای خامنه‌ای میگه؟ با سلام. این روزها که ملت ایران مسئله اصلیشون کروناست و به حال این مسئله ملی اولویت بر هر امر دیگری داره، برخورد حکومت با همین پدیده هم بیش از پیش علامت این هست که ملت ما چه لیاقتی داره. و امروز خبرهای خیلی خوبی این روزها از همبستگی مردم، پخش آگاهی‌های پزشکی پیشگیرانه در افکار عمومی پخش میشه و چقدر مسئولان بیکفایتی داره. یعنی واقعا شایستگی این ملت در بسیار بالاست و بیکفایتی مسئولینشون در اصطلاح به شدت به چشم میخوره. آقای خامنه‌ای که هیچگاه در هیچ مصاحبه مطبوعاتی حتی با خبرنگارهای داخلی شرکت نمیکنه، در کشوری که برخلاف همه جهان که با هشدار بیماری به استقبالش رفتن، ما با خبر مرگ کرونا، بیماران ناشی از کرونا در واقع مطلع شدیم از این مشکل، میتونه با این صراحت بیاد و دروغ بگه و اعلام کنی که ملت ما و کشور ما، مسئولین ما شفاف هستند. ما این روزها خبرهای خیلی خوبی از همبستگی ملی میشنویم و علامت این که در حکومت ما امنیت نظام و تبعیض به نفع نظام بر علیه مردم در چه سطح بالایی است. یعنی حکومت آقای خامنه‌ای ایزوله میشه، مجلس تعطیل میشه، ولی آقای خامنه‌ای هیچگاه برخلاف گران شدن بنزین نمیاد به حوزه های علمیه، به کسانی که از منظر خرافات مذهبی ایستادن در برابر پخش این خبر و قرنطینه شدن قم یک موضع صریح بگیره. همچنین بخشی که مسائلی که راجع به فساد شنیده میشه، راجع به اصطلاح به بازار آزاد آمدن ماسکای که این روزها خب جزء لوازم اولیه است، یا تبعیضی که قوه قضاییه نسبت به زندانیان سیاسی قائل میشه، اینها همه یک تابلوی ناراحت کننده و تأسف باری رو در برابر چشمان ما قرار میده. مردم ما قوی هستند و بر این مشکل هم غلبه خواهند کرد. امروز همبستگی ملی و همدلی از کردستان گرفته تا سیستان و بلوچستان، از خوزستان تا خراسان به چشم میخوره، ولی این بیکفایتی چیزی است که باز هم زخم جدیدی بر قلب ملت و خاطره بدی در ذهن ملت باقی خواهد بود. آقای جان، فکر میکنید اگر پنهانکاری از طرف مسئولان ایرانی شکل گرفته باشه، به خصوص در مورد اینکه چه زمانی آگاه شدند از اینکه این ویروس در ایران گسترش پیدا کرده، فکر می‌کنید راهی وجود داشته باشه که در آینده بشه اون رو پیگیری کرد و کسانی رو که اگر مسئول این پنهانکاری باشند بشه به مجازات رسون؟ متأسفانه هیچ قرینه دیده نمیشه. ببینید الان هیچ نیازی حتی به
شهروند خبرنگارها نیست. نمایندگان مجلس در قم در شمال میگن که چقدر فاصله است بین آمارهای اعلام شده و به اصطلاح واقعیتی که هست. در شهر قم خب ما بعد مرگ دو نفر اساسا خبر منتشر میشه. شما الان در بسیاری از کشورها وضعیت به اصطلاح هشدارآمیز قبل از اینکه حتی اولین کشته و اولین تلفات دیده بشه به گوش مردم میرسه. در ایران ما این تأخیر رو میبینیم، حتی در اختصاص کیت‌هایی که برای تشخیص بیماری هست این تبعیض رو میبینیم. ما در قم میشنویم که خب یک مسئول اطلاعاتی آقای طائب میتونه برای یک شهر و یک کشور تصمیم بگیره، خبررسانی نمیشه نمایندهی که خودش از کرونا فوت میکنه، نماینده جدید آستانه اشرفیه، ولی از بیمارستان میره بیرون و با مردمی که در حوزه های رای گیری هستن به حال سخنرانی میکنه. خود این فردی که با این بیماری در بستر بیماری هست علامت این هست که خب به هر حال این نظام اداری و سیستم فاسد به هر حال اطلاع داشته از این مسئله. ما میبینیم در آسیای جنوب شرقی، در ویتنام، در کشورهای دیگه دارن به علت هم نظم پذیری اداریشون و هم سلامت پاک دستی مسئولینشون دارن با شتاب زیادی بیماری رو کنترل میکنن و ما در ایران مثل خیلی چیزای دیگه که باید منتظر باران باشیم، منتظر وزش باد باشیم، باید منتظر گرمی هوا باشیم، ولی به هر حال من فکر میکنم نظام پزشکی ایران که باید ازشون تقدیر کرد، پرستارها، پزشکا، کادرهای درمانی، کادرهای آزمایشگاه‌ها دارن شبانه روز زحمت میکشن و همبستگی ملی یک بار دیگه خودشون نشون میده و این همبستگی ملی به گمان من به زودی بر این دشواری هم غلبه خواهد. ممنون ازتون آقای علیجانی. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. اما تعداد مبتلایان به کرونا در جهان هم از مرز 90,000 نفر گذشت. برای اینکه دقیق‌تر باشیم از 92,000 نفر هم گذشته. در آمریکا دیشب 6 مورد جانباخته اعلام شد و 5 کشور دیگر هم اولین موارد ابتلا را گزارش کردند. احتمال تعویق المپیک توکیو و اعلان وضعیت جنگی در کره جنوبی از جمله اخبار مربوط به کرونا در جهان است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ویتنام با این ریتم خواند و جهان با استقبال گوش کرد. یک ویروس اومده، اسمش کروناست، از جایی به اسم ووهان اومده و بقیه ماجرا. اینها بخشی از تلاش ویتنام برای آموزش اصول بهداشتی و شستشوست در مقابل ویروسی که تاکنون بیش از 90,000 نفر را مبتلا و نزدیک به 3,000 نفر را از پا در آورده. پس تعجبی نداشت که کره جنوبی به کرونا اعلان جنگ داد و آرایش نظامی گرفت. در اینجا رئیس جمهوری کره جنوبی پرستاران نیروهای مسلح را مورد ستایش قرار می‌دهد. من با شما که در این شرایط سخت کار می‌کنید همدردی عمیقی دارم. شما مثل دختر و پسرهای ما هستید، ولی در این حال پرسنل پرغرور نیروهای مسلح ما هم هستید. روحیه مردم کره جنوبی قرار است جنگی باشد، ولی آنسوتر در ژاپن مردم مشوشند. قفسه های خالی سوپرمارکت ها گواهی می دهند. نشانه های تشویش در هند هم دیده می شود. 6 مورد ابتلا در کشوری با 1,380,000,000 جمعیت یک بمب ساعتی است و این توصیه نخست وزیر هند به مردمش. احتیاجی به استراب نیست. ما باید با هم کار کنیم و گام‌های کوچک ولی مهمی برای حفاظت از خودمون برداریم. حفظ آرامش امروز تکه کلام بیشتر رهبران جهانی به مردم است. مخصوصاً به مردم چین که در میانه مقابله با کرونا امروز اولین عمل پیوند ریه در جهان را برای مبتلا به کرونا با موفقیت انجام دادند. فعلاً تنها سلاح مردم در برابر کرونا رعایت نظافت و یک محیط خلوت است. نظافت و خلوت بیشتر از دعا و نیایش. از این رو انتشار این تصاویر از دعای دست جمعی ستاد مقابله با کرونا در کاخ سفید آمریکا برای منتقدان دولت ترامپ اطمینان بخش نبود. آمریکا امروز نزدیک با 100 مورد ابتلا و 6 فوتی روبروست. شکست کرونا احتیاج به همیاری و دوستی بین ملت‌ها دارد. اما آیا این بار ورزش می‌تواند پل دوستی باشد؟ جواب نشست امروز کمیته المپیک 2020 توکیو این بود: بله، می تواند. فعلا المپیک توکیو 2020 و شهر توکیو دارن تلاش میکنن المپیک به موقع برگزار بشه و ما از این تلاش‌ها حمایت میکنیم.
پیام این است: کار و زندگی ادامه دارد. ولی در بریتانیا زندگی بیشتر از کار. دولت بریتانیا میگوید انتظار دارد در اوج شیوع کرونا 1/5 نیروی کار این کشور در خانه بماند. پیشبینی هایی که شاید در مورد اوکراین، سنگال، تونس و مراکش هم روزی صادق باشند. این کشورها امروز اولین موارد ابتلا به کرونا را اعلام کردند. خبر خوب برای کاتولیک های جهان این که تست کرونا پاپ سالمن منفی بود، هرچند سرفه هایش خشک. و خبر بهتر این که جوانان ویتنام به نمایندگی از نسل جوان دنیا بنا دارند با تلنگری کاری به کرونا دوباره با خیالی آسوده بر لب یار بوسه زنند. سیاوش اردلان، بی بی سی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان اجرای بندهای اصلی توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی مشهور به برجام رو نقض میکنه. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود به شورای حکام آژانس گفته میزان خلوص غنی‌سازی اورانیوم و مقدار ذخایر آن از بندهای نقض شده توافق برجام است. آژانس همچنین گفته ایران اجازه نداده که بازرسان این نهاد از دو مرکز اعلام نشده بازرسی کنند و از پاسخ به سوالها در مورد فعالیت‌هایش در این دو مرکز طفره می‌رود. دو نماینده مجلس ایران گفتند آیت الله خامنه‌ای حکم حکومتی داده که لایحه رد شده بودجه سال 99 به شورای نگهبان فرستاده شود. گفته شده این حکم را علی لاریجانی رئیس مجلس از رهبر ایران گرفته. با صدور این حکم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیما به شورای نگهبان ارسال شد. همزمان با گسترش ویروس کرونا در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه سال 1399 کل کشور را رد کرده بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید در مقابل شرط طالبان برای آغاز گفتگوهای بین افغانی، دولت هم شرطهایی دارد. طالبان گفتند که اول آزادی زندانیان این گروه، بعد گفتگوهای بین الافغانی. آقای غنی هم خطاب به طالبان گفته اول بگویید که چه وقت از پاکستان خارج می شوید تا بعد گفتگو کنیم. علی حسینی همکارم از کابل با ما هست. علی، به نظر می رسه که هنوز موانعی بر سر راه هست برای اینکه بالاخره طالبان و دولت بتونن بر سر میز مذاکره بشنن. تنها موانعی بر سر راه است که این موانع از قبل هم تقریبا میشد که به نوع قابل پیش بینی بود. آقای محمد اشرف غنی امروز در سفرش به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گفته سه موضوع مطرح کرده و گفته که این سه موضوع، حالا وقتی که گروه طالبان شرط داره، این سه تا میتونه شرطهای دولت افغانستان باشه. یکی اینکه چه وقت از پاکستان میبرین بیرون میشین. از نظر دولت افغانستان مثل روز روشن است که پاکستان از طالبان حمایت میکنه، پناهگاه‌های امنی در اختیار نیروهای این گروه، به ویژه سران این گروه در این کشور در اختیارشان گذاشته. هم پاکستان هم طالبان رد میکنن. موضوع دوم این که آقای غنی گفته که مواد مخدر، دوربر 3 میلیون نفر معتاد هستند در افغانستان، مواد مخدر غیر شرعی است، اما طالبان میگن که تولیدش حالا از روی مجبوریت صورت میگیره. به نظر دولت افغانستان یک بخش عمده ای از کشت و قاچاق مواد مخدر در مناطق تحت تصرف گروه طالبان انجام شده. گروه طالبان این موضوع رو رد میکنه. و موضوع سوم که خیلی جدی است و برای خیلی از مردم افغانستان هم سوال مطرح شده این است که آقای غنی میگه که شما جنگ با ایالات متحده آمریکا و نیروهای خارجی را توقف دادید و بس کرد، اما با نیروهای امنیتی افغان میجنگین، مبنای شرعی این صحبت چیست؟ گروه طالبان در تا با این موضوع میگه که ما به خاطر برقراری یک نظام اسلامی میجنگیم و هر کس که مانع ما بشه، حالا به زعم آنها نیروهای امنیتی، میتونه ما با آنها میجنگیم. به هر حال فضای تنش آلودیه. حالا اونطور خبر هم گفته میشه قرار است زلمه خلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که گفتگوهای بین آمریکا و طالبان هم به سرانجام رسید، قرار است به افغانستان بیاید. ممنونم ازت علی حسینی همکارم از کابل با ما. اما در آمریکا تکاپو برای انتخابات ریاست جمهوری امروز داغ‌تر میشه. امروز سه‌شنبه در 14 ایالت از شرق تا غرب آمریکا اعضا و هواداران حزب دموکرات پای صندوق‌های رأی‌گیری در اون حزبی میرن تا به فرد مورد علاقه‌شون برای نامزدی حزب رأی بدن، کسی که قرار پاییز آینده با دونالد ترامپ رقابت کنه. اما حالا همین رقابت داخلی دموکرات‌ها هم کمتر از روز انتخابات داغ نیست.
هادی نیلی خبرنگار ما که برای پوشش این رقابت ها به یکی از این 14 ایالت رفته از کارولینای شمالی در شهر شارلوت با ما هست. هادی کمی به اون بگو، تو دنبال کردی انتخابات رو تا اینجا، دیدیم که چهره های اصلی مثل پیت بوتجج و فرد دیگری هم نامزد دیگری هم خارج شدن از رای گیری، بگو بهمون که امشب چه اتفاقی باید منتظر چه باشیم. خیلی دموکرات ها بدنه حزب و در واقع استخوان خرد کرده های حزب تلاش میکنن که جو بایدن معاون اول رئیس جمهور در دوره باراک اوباما که یکی از داوطلبان نامزدی حزبه قدرت بیشتری بگیره. یک کاسه کردن حمایت ها از خودشون، حمایت های مالی و رأی کسانی که در رقابت های قبلی در رأیگیری های قبلی در اون حزبی به اونها رأی دادن. ایمی کلوبوچار و همینطور پیت بودجج، این دو داوطلب نامزدی حزب دموکرات از جو بایدن حمایت کردند، ولی همچنان برنی سندرز پیشتازه، نامزدی در واقع داوطلبی که اساساً چهره حزبی نیست، به حزب انتقاد داره، سیاست حزبی در آمریکا رو بهش انتقاد داره، اسم کارزار انتخاباتیش رو گذاشته انقلاب و فراتر از حزب به خودش نگاه میکنه و به طرفدارانش. در این حال مایک بلومبرگ میلیاردر شهردار سابق نیویورک هم تلاش کرده که در این رقابت حاضر بشه. این اولین بار هست که اسم آقای بلومبرگ هم روی برگه‌های رای انتخابات رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها هست. او با خرج کردن چند صد میلیون دلار ظرف همین چند هفته اخیر تلاش کرده که فضای تبلیغاتی بهتری برای خودش بخره، هرچند در مناظره‌ها ناظران معتقدند که خیلی قوی حاضر نشد. و همینطور سناتور الیزابت وارن، یک سناتور دیگر از حزب دموکرات هست که چهره به نسبت چپگرایی داره، سیاست‌های چپگرایانه‌ای داره، ولی همچنان منتقد برنی سندرز هست. سعی می‌کنه خانم وارن که بیشتر با حزب موضع بگیره تا اینکه مثل برنی سندرز یک چهره فراحزبی بخواد از خودش بروز بده. این هست که امروز روشن میشه که آیا برنی سندرز میتونه پیشتازی حزب رو با فاصله حفظ بکنه که بتونه نامزد بلا منازع حزب باشه در نهایت در مجمع ملی حزب که در تابستان برگزار میشه. اگر اینطور نشه و اگر بقیه رقبای او بتونن تعدادی از امتیازهای ایالتی، تعدادی از نماینده های ایالتی که در مجمع ملی حزب رأی ایالت رو اعلام خواهد کرد، بتونن تعدادی از اونها رو کسب بکنن جوری که فاصله شون با برنی سندرز کمتر بشه و برنی سندرز نتونه به حد نصاب برسه، اون وقت اونها میگن که در مجمع ملی حزب به چالش میکشن برنی سندرز رو و تلاش میکنن که فردی بجز اون کسی که رأی اکثریت، رأی بیشتری از اعضای حزب دموکرات و حامیان حزب دموکرات رو گرفته، نامزد نهایی حزب بشه. این چیزی است که برنی سندرز در موردش هشدار داده و گفته خلاف آرمان دموکراسی حزب هست، خلاف رأی در واقع حامیان حزب هست. امروز مشخص خواهد شد که برنی سندرز میتونه فاصله‌اش رو با بقیه حفظ بکنه یا بدنه اصلی حزب دموکرات میتونن جلوی او متوقف بشن. ممنونم از هادی، هادی نیلی که در امروز و فردا با ما خواهد بود و اطلاعات بیشتری در مورد نتایج این رأی‌گیری درون حزبی به ما میده. اما نتایج اولیه انتخابات اسرائیل نشون میده که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی این کشور پیشتاز است. رسانه‌های اسرائیلی پیش بینی کردند که حزب لیکود، یعنی حزب حاکم، بین 36 تا 37 کرسی کسب بکنه. همچنین انتظار میره که رقیب اصلی لیکود، یعنی حزب سفید و آبی، به رهبری بنی گانتس حدود 32 تا 33 کرسی به دست بیاره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل نتایج اولیه رو یک پیروزی بزرگ خوانده. این در حالی است که دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد و سوء استفاده از قدرت علیه آقای نتانیاهو اواخر این ماه برگزار می‌شود. مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا برای بررسی شرایط پناهجویان به گذرگاه‌های بین ترکیه و یونان سفر خواهند کرد. کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، در این سفر رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اتحادیه اروپا را همراهی خواهند کرد. دولت یونان گفته در 24 ساعت گذشته نزدیک به 5000 نفر را که می‌خواستند غیرقانونی وارد خاک این کشور شوند در مرز متوقف کردند. این در حالی است که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به آنکارا سفر کرده تا درباره تصمیمی که ترکیه گرفته و با باز کردن مرز خود پناهجویان را به سمت اتحادیه اروپا سوق داده مذاکره کند.
نظرسنجی تازه بی بی سی نشان می‌دهد که از هر 5 کودک بریتانیایی یک نفر در شب کابوس می‌بیند و یا به علت نگرانی بابت تغییرات آب و هوایی شب‌ها نمی‌تواند بخوابد. یک برنامه تلویزیونی کودکان در بی بی سی گفته 3/4 کودکان نگران تغییرات اقلیمی هستند. همچنین گفته شده نیمی از کودکان باور دارند که بزرگسالان هیچ کاری برای نجات زمین نخواهند کرد. بی بی سی به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد در موج خشونت‌های اخیر در هند، پلیس در کنار هندوها به مسلمانان حمله کرده. شمار جان‌باختگان خشونت‌های هفته پیش در هند به 46 نفر رسیده. مرگبارترین درگیری‌ها در 3 دهه گذشته که در اعتراض به قانون جدید شهروندی شروع شد. اتهام همدستی پلیس با هندوها فشارها رو بر دولت ملی‌گرای هند افزایش داده. ایران هم حوادث هند رو محکوم کرده و اون رو آدم کشی بی معنا نامیده. در واکنش وزارت خارجه هند سفیر ایران در دهلی رو احضار کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. قرار است حافظ جان همه مردم هند باشند، اما در این تصاویر پلیس در کنار هندوها به مسلمانان سنگ پرتاب می‌کند. حمایت نیروهای امنیتی از یک طرف درگیری‌هایی که ظرف چند روز نزدیک به 50 کشته به جا گذاشته. سنگ هم آورده بودیم، برای همین پلیس برامون سنگ آورد و گفت پرتابشون کنیم. کمی آن طرف‌تر خانه سوخته یک مسلمان دیگر. با چشمای خودم پلیس‌ها رو دیدم که با شورشی‌ها بودن. خونه‌ها رو جلوی چشم پلیس آتیش زدن. هرچند که خشونت‌ها از میان هندوها هم قربانی گرفته، بیشتر جانباختگان مسلمانند. درگیری‌هایی که در اعتراض به قانون جدید شهروندی شروع شد. قانونی که به مهاجران غیرقانونی از کشورهای همسایه حق شهروندی می‌دهد، اما شامل مسلمانان نمی‌شود. فیضان 23 ساله یکی دیگر از مسلمانان است که زیر ضربه های باتوم و لگت های پلیس جان خود را از دست داد. این تصاویری است که کمی پیش از مرگ او ضبط شده. بیهوش در کنار چند نفر دیگر روی زمین افتاده. مجبورشان می کنند سرود ملی کشورشان را بخوانند تا هندی بودنشان را ثابت کنند. وحشت درگیری ها در بسیاری از خانه ها جایش را به سوگواری داده. اینجا مراسم ختم اشتیاق است. مسلمان 27 ساله و پدر 2 فرزند. مادرش فریاد می زند برای آخرین بار چشمهایت را باز کن. شاهدان می گویند در روز روشن هدف گلوله قرار گرفت. نمی دونیم گلوله به کجاش خورده. از همه طرف صدای تیر می اومد. پلیس به ما کمک نمی کرد. خودشون همراه جمعیت شده بودن. پلیس دهلی به این اتهامات پاسخی نداده. دولت هند تبعیض علیه مسلمانان را رد می کند و می گوید که هند را متعلق به همه هندی ها می داند. با این حال عملکرد دولت دهلی روابط با ایران را تحت تاثیر قرار داده. وزارت خارجه هند سفیر ایران را احضار کرده. در اعتراض به این توییت وزیر خارجه ایران، ایران موج خشونت سازمانی یافته علیه مسلمانان هند را محکوم می کند. ایران و هند قرنها دوست یکدیگر بودند. از مقامات هند می خواهیم رفاه همه هندی ها را تضمین کنند و اجازه ندهند این آدم کشی بی معنا ادامه یابد. راه پیشرفت گفتگوی صلح‌آمیز و حاکمیت قانون است. برای کسانی که عزیزانشان را از دست دادن، اما این سخنان کمی دیر است. در دهلی، در خانه و خیابان، حس ناامنی بین مسلمانان. در کشوری تحت حاکمیت حزبی ملی‌گرا با فضایی مملو از برتری دادن به هندوها. باران عباسی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما. فقط با بی بی سی فارسی بمونید، به این دلیل که تا دقایق دیگه ویژه برنامه ما در مورد کرونا پخش خواهد شد.